سیومین روز دی ماه برابر با 20 ژانویه سال 1275 خورشیدی برابر با 1896 میلادی. کشف اشعه ایکس، اشعه از نوع نور ولی نامرئی با طول موج بسیار کوتاه، توسط ویلهلم رانگتن، دانشمند آلمانی که چون ماهیت آن معلوم نبود آن را اشعه ایکس و به نام حرف ایکس که در ریاضیات علامت مقدار مجهول است خواندند. همچنین این اشعه را به نام کاشف آن رانگتن نیز می نامند. این اشعه مانند نور معمولی صفحه حساس عکاسی را متأثر می کند و همچنین گازها را تجزیه کرده هادی و رسانای برق می سازد. اگرچه اشعه ایکس ممکن است به بافتهای زنده آسیب برساند و ایجاد سوختگی‌های شدید و خطرناک کند، با این حال ارزش فوق‌العاده‌ای در معالجات رادیوتراپی، تشخیص امراض از طریق رؤیت ساده رادیوسکوپی و عکسبرداری داخلی دارد. علاوه بر این در مورد جراحی برای تعیین محل شکستگی استخوان، پرتوهای ایکس وسیله بسیار سودمندی هستند. سال 1343 خورشیدی برابر با 1964 میلادی، در گذشت نظام وفا کاشانی، شاعر ایرانی که از پدر و مادری شاعر و اهل ادب در بیدگل کاشان به دنیا آمد. وی تحصیلاتش را در علوم ادبی، عربی، فارسی و فلسفه در زادگاهش و قم و سپس نجف سپری کرد و در تهران زبان فرانسه را آموخت. نظام وفا در جریان نهضت مشروطه وارد فعالیت‌های سیاسی شد و پس از تحمل زندان به کار تدریس و تعلیم و تربیت در مدرسه سن‌لویی تهران پرداخت. نظام وفا سرانجام در 77 سالگی بر اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. سال 1373 خورشیدی برابر با 1994 میلادی، در گذشت مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی که در تهران به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته دکترای مهندسی ماشین در فرانسه به پایان رساند. وی در ابتدا در مدارس و سپس در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. مهندس بازرگان در جریان ملی شدن صنعت نفت وارد مبارزات سیاسی گردید و پس از 28 مرداد 32 دستگیر و تبعید شد. بازرگان پس از آزادی از زندان، جمعیت نهضت آزادی را به اتفاق آیت الله طالاقانی و دکتر یدالله صحابی بنیان نهاد که در واقع جناح مذهبی جبهه ملی به شمار می رفت. مهدی بازرگان کمی قبل از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد و با پیشنهاد این شورا مأمور تشکیل دولت موقت گردید. عمر این دولت بیش از 9 ماه نپایید. دولت مهندس بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان ماه 1358 به دست نیروهای چپ و اسلامی دست به استعفای دست جمعی زد که با پذیرش آیت الله سید روح الله خمینی مواجه گردید. بازرگان در اواخر عمر از ایران خارج شد و سرانجام بر اثر ابتلا به بیماری قلبی در 87 سالگی در سوئیس درگذشت.